تورنمنت چمپیون آف چمپیونز فصل گذشته، بازی رونیو سالیوان و استوارت بینکام تو دور اول مسابقه بازیکن ها به 4 فریم بورد احتیاج دارن واسه صعود به مرحله بعدی و حالا بعد از آشیای زیاد و بازی سیف، حالا بعد اینکه رونیو سالیوان سی امتیاز بریک میکنه، حالا استوارت بینکام موقعیت خوبی به دست آورده و موقعیت همه توپا بهتر هستند، 55 امتیاز بریک میکنه و بعدش میس میده. حالا آخرای فریم رونیو اومده رو میز و باید تموم بکنه. خوب پاک میکنه توپ آبیو و با توپ صورتی فریم رو تموم میکنه و حالا یک فریم به نفع رونیو سالیوان. تو فریم دوم حالا استوارت بینکام میاد که بریک بکنه، خوب بریک میکنه، فقط تو جاهای بعدی اشتباه میکنه و همین باعث میشه بازنده فریم بشه. رونی هم میس میده، نمیتونه کاری بکنه و استوارت بینکام میاد روی میز. اونجا هم یه دوبلت پاکت خوب زد به میدل چپ نتیجه فریم ها 1-1 مساوی. لرونی موقعیت به دست آورده و اینجا توپ صورتی رو خیلی خوب پات میکنه، توپ سخت و ریسکی بود واسه رفتن واسه پات. یعنی تو فصل 2021 فصل سختی رو تجربه کرد و کارنامه خوبی نداشت. خوب پات میکنه توپ قرمز و میره واسه ادامه بریک. حالا 2-1 باز هم رونی میاد رو میز خوب داره بریک میکنه. و فریمو تموم میکنه. باید ببینیم میتونه تو این شرایط سنچری بریک ثبت بکنه یا نه. که تو بقیه تو پا میس میده و فریم تموم میشه 3-1 به نفع رونیم. رونی یه فریم احتیاج داره واسه صعود به مرحله بعد.
He sticks with. He didn't when he's first. He sticks with. Pool, not so often in snooker. اینجا استوارت بینکام توپ زرد رو خوب باد میکنه و موفق میشه اختلاف فریم رو کاهش بده. حالا نتیجه 3-2 به نفع رونی. رونی همچنان یک فریم احتیاج داره واسه صعود. باید ببینیم این همون فریمی هستش که برند نمیشه یا قراره بازم شانس بریک کردن تو این فریم رو به استوارت بینکام بده. حالا بعد 5 امتیاز رونی میس میده و بینکام میاد و نمیتونه کاری بکنه. 16 امتیاز بریک میکنه و موقعیت میده به رونی و همین موقعیت باعث میشه رونی تموم بکنه بازی و بازی به نفع رونی تموم میشه.